سلام گایز، خوش اومدید به یک ویدیو دیگه در ویکند سی وی. من محمد جواد هستم. خیلی دارم تونتون وسایل رو جمع میکنم، میخوام برم سر تمرین تیم ملی آلمان و اوکراین. فردا بازی دارم تو جام ملت های اروپا. تازه الان یه ساعت فهمیدم که اکریدیشنم یا به فارسی اون کارت اعتبار بخشی یا مجوزم صادر شده. تازه فهمیدم به خاطر کرونا یه سری لیمیت گذاشتن، محدودیت گذاشتن برای به خصوص عکاسا، چون وارد زمین و نزدیک بازیکن‌ها نباید بشن. خب به من گفتن فقط امکانش هست که از روی سکو عکاسی کنید، به جای مشخص یا سکتور مشخص. گفتن اگه امکانش هست داخل زمین، چون لنزم خیلی قوی نیست، مثلا من گفتم باشه قبوله. و الان دارم سریع وسایل رو جمع می‌کنم برم سمت استادیوم اولمپیسکا و تمرینشون و فردا هم بازی. حتما کانال رو سابسکرایب کنید، لایک کنید، ویدیو رو به اشتراک بذاریم. بریم تا آخر ویدیو رو ببینیم چه اتفاقی افتاده. دمتون گرم. خب بچه‌ها، الان دارم میرم سمت استادیوم اولمپیسکا. تا 45 بعد اونجا باشم. این حدوداً نیم ساعت پیش به من گفتن اکریدیشن هم صادر شده. اکریدیشن یا همون کارت یا همون مجوز. و 4:45 باید اونجا باشم. الان زدم نویگیشن، نشون میده که نیم ساعت تو راهم و 4:34 دقیقه میرسم. بعد نیست 7 دقیقه قبل تمرین. امیدوارم که یک ویدیوی هیجان انگیز و باحال بشه. من اکریدیشن درخواست داده بودم ولی دیدم جوابی نیومد. شماره روابط عمومی یا پیار چیزو پیدا کردم، تیم ملی اوکراین، و تماس گرفتم، پیام دادم، گفتم که من درخواست دادم ولی هنوز هیچ جوابی نیومده. بعد گفتم منتظر باشم و امروز دوباره پیام دادم، گفتن که هیچ ظرفیتی نیست ولی از روی تریبون یا اون قسمت سکو که مخصوص حالا خبرنگار است میشه از اونجا عکاسی کرد. به خاطر این شرایط کرونا اینجور حرفا یکم محدودیت و لیمیت گذاشتن. و بریم تا آخر این ویدیو رو ببینیم. امیدوارم که هیجان انگیز باشه. لایک یادتون نره و سابسکرایب. دمتون گرم. خب گایز، الان اومدم استادیوم اولمپیسکا دوباره با این سوشرت که خیلی دیدینش و سوشرت معروف، تیشرت، حالا یا سوشرت نمیدونم شاید سوشرت داده باشم. الان ساعت 4:37 است، حدوداً 10 دقیقه زودتر رسیدم. 4:45 فکر کنم کنفرانس خبری تمرین شروع میشه. فقط امیدوارم که باز مشکلی پیش نیامده باشه و ما رو راه بدن که باید برم اون جلوتر اکریدیشنمو بگیرم و یه تمرین خفن از تیم ملی آلمان که فکر کنم تیم ملی مغرور لقب داشت قبلا و الان یکم نفس میزنم به این خاطر که حالا دیده خیلی یهویی شد، سریع عجله‌ای دارم میام و گفتم که برسم، حیفه از دست بدم. بس بریم. خب الان جلوتر اونجا مدیا هستش، خبرنگارا و عکاسا اومدن. الان تو نوبت هم به خاطر شرایط کرونا هم باید ماسک بزنیم وگرنه رامون نمیدن. یکی از دوستامون اونجاست، یکی از عکاس آژانس ایپا هستش. Hello. Hello. How are you? I'm fine. Are you fine? Yeah. I hope also. What? Very good microphone. Ah, very good. Thank you very much. سرگی هست، عکاس ایپا از آژانس عکس اروپا. یک از عکاسای خفن است اوکراین. خب منتظریم دیگه تا اسممون اون جلو ببینیم و کارتمون رو بگیریم و بریم اونجا. البته چند تا از عکاسای اینجا آشنا هستن چون خیلی اومدیم فوتبال استادیوم عکاسی کردیم، اکثرا همدیگه رو میشناسیم. خب من همچنان تو صف واسادم، ماسک زدم و اون دلیل کرونا ویروس لعنتی و چون راه هم نمیدن باید پروتکل‌ها رعایت کنیم و اون سمتم دارن آماده میکنم برای بازی فردا. 10 دقیقه یک روب هست اینجا واسه دارم. امیدوارم فقط نوبت از انتظار ویتینگ من خودم به هم میخوره. خب کم کم داره نوبت من میشه. Here is your signature. Here is your name, surname. careful. And then please your address and phone number. Then number of your accreditation card. Here it is. 073. Yeah. And here, if you had any contact with people with COVID? Конечно нет. Если я писать так, они вы не пускаете. No, no. Okay. No. No. Ира. Задишка. Any symptoms do you have? No. So no. That's enough. Yeah. That's yours. А мені підтвердження не прийшли, злякалася. Ти знайшов? اینجا باید کیفمون رو باز کنیم که بمبی چیزی نداشته باشه. نیمه بمب. اوکی. سلامانه اوکی. خب چیزی نداشتیم. بریم داخل. اکریدیشن رو برای جایگاه خبرنگارا به من دادن. برای جایگاه عکاسان سبزا هست که اینجا جایگاه خبرنگارا هست، اتاق خبرنگارا عکاسا. I cannot unfortunately come to H-Field. Yeah? Yeah, I'm going to just go to the sector. Yeah, I don't know. I'm not lucky. خب همونطور که با این هواشون صحبت کردم گفت که 16 تا پوزیشن جایگاه هستش داخل زمین که برای عکاسایی که از آلمان اومدن و عکاسای بین‌المللی گذاشتن. حالا خیلی از آلمان اومده و برای همین بقیه عکاسا باید از تریبون عکاسی کنن. امروز هم که تمرین هست همین عکاسا از تریبون اون بالا سکو عکاسی میکنن، ولی موقع بازی 16 تا عکاس فقط میرن داخل که من جزشون، ولی بازم خوب است، چی بهتره. تو همین چند روز دو تا اتفاق بعد یه جوری افتاد. یکی اینکه دسترسی ندارم، نمیتونم برم تو زمین عکاسی کنم. دومیش الان داشتم ویدیو رو چک میکردم، از یکی که وارد شدم حالا شاید بزنم، ولی دیدم که صدا نداره. نمیدونم چه مرگش زده بود، صدا رو ضبط نکردم. آخه ولاد صدا هم اومد، یه لحظه باهاش صحبت کردم، اما دوست دخترش بود، الان شده زن زینچنکو. باهاش صحبت کردم و یه سلام احوال پلیسی و گفتم منو میشناسی؟ گفت آره حتما، آره البته که میشناسم، چون روش کراش داشتم. بعد حیف شد که صداش نگفتم واقعا. نمیدونم چرا میومد گفت اگر میخواین میتونید وارد سان بشین بریم بخش حالا تریبون خبرنگارا. حالا همه دارن میان بیرون، بریم سمت زون، اون سمت. فقط امیدوارم بتونم عکسای باحالی بگیرم و دیگه دارم میرم دیگه. لایک یادتون نره، سابسکرایب کنید کانالو و ویدیو رو به اشتراک بذارید تا بازی بعدی. هم بازی اوکراین اسپانیا هست، اونم براتون یه ویدیو خفن میگیرم. عکسام هم که میتونید توی حالا پیج خودم محمد جواد آبجوشک ببینین، عکسایی که میگیرم، عکس‌هایی که میگیرم. آره بازی اسپانیا هم میام عکاسی میکنم با اوکراین. No. Upstairs and here, but not near the 8 or 8. خب همونجوری شروع از اینجا بعد عکاسی کنیم، نه جلوتر. اوکی. و از اونجا هم نباید رد بشیم، اون زونه که با نوار قرمز کشیدن بازیکنه با این فاصله که هست بشه عکس گرفت. اکثر عکس‌ها که واید میشه قطعاً. و دوست داشتم چند تا پرشن هم بگیریم دیگه، ولی امتحان میکنیم ببینیم چیکار میشه. مشترکه. خب میگه که فاصله اجتماعیتون هم رعایت کنید. خب بریم سراغ عکاسی دیگه. اگر تونستم هرچی نزدیکتر برمم که بالتر میشه. اگر تونستم حالا سوالی چیزی از بازیکن چیزی بپرسم، ولی فکر نکنم بشه با این لیمیت و محدودیتی که گذاشتن. دمتون گرم که منو دنبال میکنید. به اینستاگرام حتما سابسکرایب کنید. دمتون گرم. تا ویدیو خفن‌تر بگیرم، لایک ها هر چی بیشتر باشه، بازدیدها هر چی بیشتر باشه، ویدیوهای خفن‌تری براتون میام. دمتون گرم. خب رفقا اینجا حالا عکاسا با این وضعیت دارن عکاسی میکنم با این فاصله و چی بهتره اینجا و آره میشه چیزایی گرفت. وای It's very very expensive. It's my dream. اتا مایم میچا. بهش میگم این رویای منه. اینجا سرمربی تیم آلمانه. کوچیس؟ Yes. Jugilov. سرمربی تیم آلمان. من پوزیشن های مختلفی که بهتون گفتم گرفته بود. خب دروازه‌بان ها الان وارد شدم، بازیکن هم کم کم میاد. بله بازیکن تیم ملی آلمان. حالا ببخشید بچه‌ها که فاصله‌ام خیلی دوره، دیگه این نزدیکترین امکانی هست که میتونم بهتون نشون بدم. این زاویه‌اش بهتره عکاسی. بله جمع شدم بازیکن‌ها، سرمربی میخواد صحبت کنه. خب الان یه چیزی باعث شده که من انگیزه بگیرم، اینکه ساعت 7 پرس کنفرانس اندری شفچنکو است، ستاره اوکراینیا و عشق مهران مدیری. از الان همه دارن میرن که جا بگیرن، ما بریم یه جای خیلی خوب بگیریم، چون اینجا واقعا دیگه اصلا حال نمیده. واقعا بریم از پرس کنفرانس حداقل یکم نزدیکتر، سالن پرس کنفرانس، ولی ساعت 7 برگزار میشه. نیم ساعت صندلیارم با فاصله چیندن. بریم سریع یه جای خوب بگیریم که اینجا نشست. نشتمن دوباره بگیریم. Can I ask in English? Okay. What do you think, Mr. Shevchenko, about morality of your players? Because after the play with France, and this score, it doesn't affect on your players. And do you think this friendship match was very necessary? ولاگ امروز هم از تمرین تیم ملی اوکراین. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. حتما کانال من سابسکرایب کنید تا از روزمرگی ها و ولاگ‌های دیگه هم توی کشور اوکراین مطلع باشین و ببینیم. زنگوله هم بزنید تا از ویدیوهای بعدی مطلع باشین و لایک هم بهتون نره. دمتون گرم تا ویدیوی بعد. خدا نگهدار. خب از ساعت 5 بودم 5 نریگه بودم 4:45 بود 4:30 رسیدم اینجا. الان ساعت 7:43 دقیقه است. حدود 3 ساعت و نیم اینجا بودم و دارم از استادیوم اولمپیسکا خارج میشم بعد از پرس کنفرانس خبری شفچنکو و تمرین اوکراین و آلمان. ممنون که من از اینجا دادم. دست دیدنیم